دوستان من سلام، میگم کم کم داره رنگ از رخسارشون میپره ها. کیا؟ خوب معلومه کارگزارای نظامو میگم، به خصوص نوچهای شیخ فریو میگم. به خاطر چی؟ بابا آخه آمریکایی‌ها همش میگن اگه شروطمون برآورده نشه از برجام میزنیم بیرون. موضوعات مهمی که برای ما در جنبش عدم تعهد همواره وجود داشته تأکید جنبش بر چند جانبه گراییه و خب ما یک بار دیگه توی این روزها شاهد این هستیم که دولت آمریکا سیاست یک جانبه گرایی رو با جدیت بیشتری در واقع داره دنبال میکنه و این یه خطر مهمیه برای صلح و امنیت بین المللی و برای جنبش عدم تعهد که همواره طرفدار چند جانبه گرایی بوده. حوزه یک جانبه گرایی، اون موقعی که میگفتین داریم میریم با کت خدا مذاکره کنیم یادتون رفته ها؟ چی شد؟ کت خدا از ده بیرونتون کرد ها؟ بله، اینه جواب کسی که تو ده راش نمیدادن و سراغ کت خدا را میگرفت. برجام توافق بسیار بدی است. اگر اروپا میخواهد در این توافق بماند میتواند، اما ما تحریم ها را باز میگردانیم. جهان اکنون این فرصت را دارد که یک توافق بد را بپذیرد یا آن را رد کند. ما با همکاران اروپایی خود در حال کار هستیم تا این توافق اصلاح شود و دولت ایران به خاطر حمایت از تروریسم منطقه‌ای پاسخگو شود. رویکرد قوی ما پاسخگو کردن ایران به خاطر اقداماتش است. 100 میلیارد دلار به آنها دادیم اما آنها به نقض قطعنامه‌ها ادامه دادند. آزمایش موشک بالستیک، حمایت از گروه‌های تروریستی در سوریه، لبنان، یمن و غزه را ادامه دادند و تسلیحات نظامی را به همسایگان همچون حوثی‌های یمن فروختند. بابا حزما کج بشی راست بگو، اون 100 میلیارد دلار چی کار کردی؟ کدوم درد دوا شد؟ زدی تو کار موشک یا لبنان و سوریه؟ باد که بکاری طوفان درو میکنی. آره، اظهارات اخیر خانم نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل ربطی به برجام ندارد. ما نمیتوانیم چیزی که سیاست دفاعی ما را تنظیم میکند به برجام گره بزنیم، مگر اینکه ما شاهد حسن نیتی از سوی جامعه جهانی، آمریکا و طرفهای دیگر باشیم و بتوان برجام را الگوی موفقی خواند و آن زمان است که درباره دغدغه های ایران و طرفهای مقابل میتوان روش جدیدی را برای گفتگو و تعامل برقرار کرد. عقل سلیم حکم می‌کند که آمریکا به جای ابزار زور و تحریم از تعامل و حسن نیت استفاده کند و به سوی اجرای موفق توافق حرکت کند تا مردم ایران از حلاوت تفاهم استفاده کند. اعمال فشار بر مردم ایران و بحث تغییر رفتار و رژیم پاسخگو نیست. خب باشه، سیاست دفاعیتونو به برجام گره نزنید. به جاش تا فروردین تموم نشده حسما برو ریش خودتو جای سبز گره بزن، شاید وقت برجامی نظامم باشه. بله حسما تو هچلی گیر کرده که نمیدونه چه غلطی بکنه. از یه ور باند شیخ فریم میکشه، از یه ور دل واپس حسما که این وسط گیر کرده همش کش میاد، هر روز میگه امام کجایی که یه خفه بسه بگی. صبر میکنیم ببینیم آخر سر به سمت جام زهریا کش میاد یا دل واپسا. شب و روزتون بخیر.